در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از بالا گرفتن تنش‌ها در مسجد الاقصا، آمادگی امارات برای حل اختلافات با ایران، رزمایش چین در نزدیکی تایوان همزمان با سفر هیئت آمریکایی و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 27 فروردین، شمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در جهان به ترتیب به 504 میلیون نفر و 6 میلیون و 225 هزار نفر نزدیک شد. تاکنون بیش از 454 میلیون نفر از کرونا بهبود یافتند. مقامات بهداشت کانادا روز جمعه اعلام کردند این کشور بیشترین میزان مبتلایان روزانه خود در 3 ماه اخیر را شناسایی کرده است. بریتانیا اما روز جمعه کمترین میزان مبتلایان روزانه خود در حدود 10 ماه اخیر را شناسایی کرد. ترکیه نیز در این روز از شناسایی کمترین میزان مبتلایان جدید خود در 9 ماه اخیر خبر داد. همچنین همزمان با کاهش تعداد مبتلایان در کره جنوبی، مقامات این کشور اعلام کردند اکثر محدودیت‌های کرونایی به غیر از استفاده از ماسک لغو می‌شود. از سوی دیگر با وجود ادامه قرنطینه در شهر 25 میلیون نفری شانگهای، تعداد مبتلایان جدید در چین بار دیگر افزایش یافته است. تازه ترین تحولات جنگ در اوکراین. با گذشت بیش از 50 روز از جنگ اوکراین، درگیری ها در شرق این کشور افزایش یافته و روسیه در تلاش است منطقه دونباس را به طور کامل تصرف کند. همچنین پس از آنکه متحدان اوکراین به خاطر تجهیز این کشور به تسلیحات نظامی از سوی روسیه تهدید شدند، آمریکا اعلام کرد ارسال تسلیحات نظامی به اوکراین را ادامه می‌دهد. دولت آلمان نیز از اختصاص کمک مالی 1 میلیارد یورویی این کشور به اوکراین برای خرید تجهیزات نظامی خبر داد. از سوی دیگر روسیه در اقدامی تلافی‌جویانه 18 دیپلمات اتحادیه اروپا را از خاک خود اخراج کرد. اتحادیه اروپا در واکنش به این تصمیم اعلام کرد که چنین اقدامی باعث انزوای بیشتر مسکو می شود. وزارت خارجه روسیه همچنین هشدار داده عضویت سوئد و فنلاند در ناتو با عواقبی برای امنیت اروپا همراه خواهد بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با تشریح پیشبینی دولت ایالات متحده گفته انتظار می رود جنگ در اوکراین تا پایان سال جاری میلادی ادامه داشته باشد. بالا گرفتن تنش‌ها در مسجد الاقصا. در حمله روز جمعه پلیس اسرائیل در مسجد الاقصا دست کم 152 فلسطینی زخمی شدند. درگیری اخیر نگرانی‌ها از گسترده شدن تنش میان فلسطین و رژیم صهیونیستی را افزایش داده است. طبق اعلام هلال احمر فلسطین، بیشتر جراحت‌ها مربوط به شلیک گلوله‌های لاستیکی، استفاده از نارنجک‌های گیج کننده و ضرب و شتم با باتوم است. از سوی دیگر، گروه‌های مقاومت فلسطین در برابر هر گونه اقدام احتمالی اسرائیل در مسجد الاقصا به حالت آماده باش درآمدند. آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی شدید، خواستار خویشتنداری طرف‌های درگیر شدند. آمادگی امارات برای حل اختلافات با ایران. مشاور رئیس دولت امارات در امور دیپلماتیک اعلام کرد کشورش در تلاش است اختلافات با ایران را از طریق راه حل سیاسی و دیپلماتیک حل کند. انور قرقاش گفته کشورش برای ارتباط با همسایگان تلاش می‌کند و امارات منشأ آسیب به هیچ کشوری از جمله ایران نخواهد بود. اخیراً نیز وزیر خارجه امارات در تماس تلفنی با وزیر خارجه ایران خواستار توسعه روابط دو کشور و بررسی فرصت‌های همکاری مشترک شده بود. انتقاد سازمان ملل از بریتانیا درباره انتقال پناهجویان به رواندا. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد برنامه انگلیس برای انتقال پناهجویان از این کشور به رواندا نقض قوانین بین‌المللی است. دولت انگلیس قصد دارد پناهجویانی را که از اول ژانویه به شکل غیرقانونی وارد این کشور شدند به رواندا در شرق آفریقا منتقل کند. پس از آن پناهجویان می توانند برای اقامت در این کشور آفریقایی اقدام کنند. بیش از 160 سازمان خیریه و کمپین‌های مرتبط با پناهجویان از دولت انگلیس خواستند تا از تصمیم خود منصرف شود. حزب‌های مخالف و برخی محافظه‌کاران انگلیس نیز از سیاست جدید دولت بوریس جانسون در قبال پناهجویان انتقاد کردند. رزمایش چین در نزدیکی تایوان همزمان با سفر هیئت آمریکایی. همزمان با سفر هیئت از قانونگذاران کنگره آمریکا به تایوان و دیدار آنها با تسای اینگون رئیس دولت این منطقه، چین اقدام به برگزاری رزمایش نظامی در نزدیکی این جزیره کرد. پکن سفر مقامات آمریکایی به تایوان را اقدامی تحریک‌آمیز خوانده و آنها را مقصر هر گونه افزایش تنش میان چین و تایوان می‌داند. تایوان موضوع اصلی بسیاری از تنش‌ها میان پکن و واشنگتن محسوب می‌شود. این جزیره در گذشته بخشی از سرزمین اصلی چین محسوب می‌شد، اما حدود 70 سال پیش اعلام
استقلال کرد، اما چین هنوز هم تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند.